تا حالا به این فکر کردین که اتفاقات دوردست توی فضا چطور میتونن روی آب و هوای زمین تأثیر بذارن؟ یکم عجیبه، ولی به تازگی دانشمندان یک کشف فوق‌العاده جالب رو انجام دادن. زمین قبلاً با ابرهای غلیظ بین ستاره برخورد کرده که شاید تأثیرات بزرگی روی آب و هوای زمین هم گذاشته باشن و حتی این ابرها میتونستن باعث عصر یخبندان شده باشن. این فقط یک داستان فضایی معمولی نیست. نشون میده که کیهان و آب و هوای زمین چقدر به هم ربط دارن. توی این قسمت از پاراگراف میخوایم بررسی کنیم که این ابرهای بین ستاره‌ای چجوری روی زمین اثر گذاشتن. چرا این کشف مهمه و چی میتونیم از این برخوردهای گذشته زمین و این ابرها یاد بگیریم. سفر زمین تو کهکشان خیلی طولانی و پیچیده است. حدود 250 میلیون سال طول میکشه تا زمین یک دور کامل به دور کهکشان راه شیری بچرخه. تو این مسیر طولانی گاهی منظومه خورشیدی ما از جاهایی رد میشه که پر از ابرهای بین ستاره‌ای و گاز و گرد و غباره. این ابرها که بیشتر از هیدروژن درست شدن، هر از گاهی به منظومه نزدیک میشن و باعث میشن حباب محافظی که باد خورشیدی اطراف ما درست کرده فشرده بشه. طبق یک تحقیقی که جسی میلر از دانشگاه بوستون انجام داده، میگه زمین حدود 7 میلیون سال پیش و یه بار دیگه 2 میلیون سال پیش از دو ابر خیلی غلیظ بین ستاره‌ای رد شده. این برخوردها باعث شده باد خورشیدی جمع بشه و اون حباب محافظ به سمت زمین نزدیکتر بشه. انگار دیواره محافظ زمین کوچکتر شده و زمین بیشتر در معرض تشعشعات کیهانی و گرد و غبار این ابرا قرار گرفته. تو این مدت هیدروژن بیشتری وارد جو بالایی زمین شده. این باعث به وجود اومدن ابرهای نورانی تو ارتفاعات بالا میشه. همین ابرهایی که توی شب میدرخشن. این ابرها معمولا دائمی نیستن، ولی وقتی زمین از این ابرهای بین ستاره ای رد میشده، ابرها زیاد شدن و شاید تا 7% نور خورشید رو مسدود کرده باشن. وقتی نور به زمین نرسه و نور خورشید کاهش پیدا کنه، احتمالاً باعث خنک شدن زمین در اون زمان شده و حتی ممکنه باعث به وجود اومدن یا تأثیر گذاشتن روی عصر یخبندان شده باشه. یکی از مهمترین تأثیرات این برخوردها تشکیل همین ابرهای نورانی بوده. بهشون میگن ابر شبتاب، چون هیدروژن تو جو بالای زمین بیشتر شد. این ابرها که معمولاً خیلی کم دیده میشن و بیشتر تو مناطق قطبی هستن، تو این دوره ها میتونستن به یک پدیده جهانی تبدیل بشن. هیدروژن اضافی از این ابرهای بین ستاره‌ای باعث میشد بخار آب توی جو بالا زیاد بشه و تبدیل به کریستال‌های یخ بشه که همین ابرهای نورانی رو به وجود آورد. ولی چرا این قضیه مهمه؟ این ابرهای نورانی فقط قیافه جذابی ندارن، بلکه نور خورشید رو هم منعکس میکنن و روی آب و هوای زمین اثر میذارن. توی این برخوردهای کیهانی وقتی این ابرها زیاد بودن، میتونستن کلی از نور خورشید رو مسدود کنن و سطح زمین رو خنک‌تر کنن که احتمالاً باعث عصر یخبندان شده. فقط هم یک فرضیه نیست، بلکه شواهدی هست که نشون میده دوره‌های سرمایش زمین با زمان این برخوردهای بین ستاره‌ای همخونی دارن و این رویدادها مستقیماً با تاریخ آب و هوای زمین مرتبطن. اما تأثیر این برخوردها فقط به تشکیل ابرها هم ختم نمیشه. وقتی نور خورشید کم میشد، دمای زمین هم پایین میومد و این روی اکوسیستم‌ها تأثیر میذاشت. حتی ممکنه مسیر تکامل حیات روی زمین رو هم عوض کرده باشه. کاهش نور خورشید همراه با تغییرات توی جو باعث تغییرات بزرگ تو الگوهای آب و هوایی، جریان‌های اقیانوسی و منابع موجود برای انسان‌های اولیه می‌شده. کشف این برخوردهای زمین با ابرهای بین ستاره‌ای بهمون کمک می‌کنه بفهمیم چطور رویدادهای کیهانی می‌تونن تأثیرات بزرگی روی آب و هوای زمین داشته باشن. این یافته‌ها نه تنها تغییرات آب و هوایی گذشته رو توضیح میده، بلکه دید ما رو درباره پدیده‌های مشابهی که ممکنه روی سیاره‌های دیگه هم اثر بذارن بازتر می‌کنه. سیارات دیگه مثل مریخ و زهره هم احتمالاً تحت تأثیر این نیروهای بین ستاره‌ای قرار گرفتن.
یک نکته مهم اینه که حالا برخورد با ابرهای بین ستاره‌ای هم به عنوان یک عامل بزرگ تو تاریخ آب و هوای زمین شناخته میشه. درست مثل اتفاقات بزرگی دیگه، مانند برخورد شهاب‌سنگا، فوران‌های آتشفشانی و تغییرات مداری. هر کدوم از این اتفاقات اثر خودشون رو روی آب و هوای زمین گذاشتن. و حالا برخورد با ابرهای بین ستاره‌ای هم به این لیست اضافه شد. شواهدی مثل ایزوتوپ‌های آهن 60، پلوتونیوم 244 که تو رسوبات اقیانوسی و هسته‌های یخی کشف شدن، نشون میدن که گاهی گرد و غبار کیهانی از ابرهای بین ستاره‌ای به زمین رسیده و همزمان با این اتفاقات تغییرات بزرگی تو آب و هوای زمین رخ داده. این کشفیات فقط برای فهمیدن گذشته هم نیستن، برای آینده خیلی اهمیت دارن. منظومه خورشیدی به سفر خودش داره توی راه شیری ادامه میده و قطعیه که دوباره با این ابرهای بین ستاره‌ای برخورد می‌کنیم. محققانی از دانشگاه بوستون میگن با مطالعه این برخوردهای گذشته میتونیم برای رویدادهای آینده آماده بشیم. این اطلاعات میتونن مدل‌های آب و هوایی فعلیمون رو بهتر کنن و بهمون کمک کنن پیش بینی کنیم که این برخوردها چطور ممکنه روی جو و آب و هوای زمین تو آینده اثر بذارن. این دانش برای ما خیلی مهمه، چون بهمون کمک میکنه بتونیم از زندگی روی زمین در برابر این خطرات احتمالی کیهانی محافظت کنیم. مأموریت گایا از آژانس فضایی اروپا که یه نقشه سه‌بعدی دقیق از کهکشان میسازه، به دانشمندا کمک کرده مسیر حرکت خورشید تو کهکشان راه شیری رو دقیق دنبال کنن. این نقشه بهشون کمک کرده بفهمن که منظومه خورشیدی کی و کجا از این ابرهای بین ستاره‌ای رد شده و چطور این برخوردها آب و هوای زمین رو تغییر دادن. این داده‌ها به دانشمندا کمک می‌کنه هم گذشته رو بازسازی کنن و هم تعاملات آینده رو مدل سازی کنن. علاوه بر این، مأموریت‌هایی مثل وویجر که در حال کاوش مرزهای هلیوسفیر منظومه هستن، دارن اطلاعات مستقیمی از تعامل ابرهای بین ستاره‌ای با باد خورشیدی بهمون میدن. این فضاپیماها به ما کمک میکنن بفهمیم چطور فشرده شدن هلیوسفیر توسط این ابرها باعث میشه پرتوهای کیهانی بیشتری وارد منظومه بشن. در نهایت خوبه بدونیم که ایده تأثیرات کیهانی روی آب و هوای زمین برای خیلی از دانشمندان قدیم هم مطرح بوده، ولی چندان از علم پشتش خبر نداشتن. یکی از اولین نظریه‌هایی که به ارتباط فضا و زمین پرداخته بود توسط ادموند هالی، همون کسی که دنباله‌دار معروف هالی رو کشف کرد، مطرح شد. توی قرن 17 هم حد زده بود که برخورد شهاب‌سنگا و اجرام آسمانی میتونن تغییرات بزرگی تو تاریخ زمین ایجاد کنن. با اینکه اون زمان ابزار و تکنولوژی کافی واسه اثبات این نظریه‌ها وجود نداشت، اما حالا با کمک ابزارهای پیشرفته مثل ماهواره‌های گایا و وویجر، دانشمندا دارن نشون میدن که این نظریه‌ها خیلی هم دور از واقعیت نبوده. در واقع همونطور که علم پیشرفت میکنه، ما میفهمیم که فضا و زمین چقدر به هم نزدیکن و چه تأثیراتی روی هم میذارن و این ارتباطات میتونن در طول زمان نقش مهمی تو تکامل آب و هوا و حتی حیات روی سیارمون بازی کنن. این کشفیات به ما کمک میکنه تا هم گذشته زمین رو بهتر بفهمیم و هم آینده زمین رو بتونیم پیش بینی کنیم و خودمون رو برای تغییرات احتمالی آماده کنیم. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.